مومن نسب نظریه پرداز دوگی اینترنت حاملگی، یعنی تنها کسی که تشخیص داد به جز رابطه جنسی میشه از یه رابطه حامله شد مومن نسبه. گفت با دوگی گم میشه حامله شد. گفته نتیجه مطلوب غرب در انتخابات و مشارکت پایین و توفیق غرب گدایان، یعنی آنه به خاطر این اینترنت کثیف آمریکاییه. گو همه زیر سر این اینترنت آمریکاییه. حالا مومن نظر شما بیاد میخواید چیکار کن؟ آه اینترنت ملی چند تا تیک میخوره؟ از دوتا بیشتره؟ خب واسه چی داخل این اینترنت کثیف آمریکایی شما داری فعالیت میکنید؟ مگه نمیگید خوب نیست، مال آمریکاست، مال دشمنه؟ خب ازش در بیاید. 90% تبلیغاتتون تو همین اینترنت کثیف آمریکایی. دیدید آخر جلیلی و قالیباف جز مقدسات شدن؟ دیدید نصرالله پژمانفر نماینده مشهد گفته هر کس یک حرف درباره جلیلی یا قالیباف بزند ملعون است. یعنی خدا لعنتش کرده. بگم ملعون کیه؟ و گفته این دو نفر رزمنده جبهه انقلابن، یعنی رزمندن. میگم پژمانفر، میگم این دو تا رزمندت سرجم با این همه تبلیغات حمایت و امکانات زیر 13 میلیون آوردن رای و توی مشارکت پایین انتخابات رو به مخالفشون باختن. یعنی تبلیغات ریاست جمهوری داره به جای باریک کشیده میشه. بعد از اینکه به آقای پزشکیان هی حمله کردن و گفتن تو ستادت مال آقای روحانی هستن، مال دولتش تو ستادتن، حالا آقای آذری جرمی جواب داد و گفت حالا خوبه من بگم تو ستادتون مدیر کل ارشاد هست، اونی که مسئله داره نمیدونم چی. حالا آقای آذری جرمی کیو میگه من نمیدونم، ولی گویی یه مدیر ارشاد نامی است که تو ستادیم کیم هست. آره ای باحاله، مناظره یعنی ای قشنگ. آره همه چی بگید، سانسور نکنین خودتونو، ولی کم حال کنیم مثل آمریکا. ای بی میگه توی کار که توی کار که همش. من اینجور مناظرهای دوست دارم. یعنی بیانیه قالیباف خیلی باحال بود در حمایت از جلیلی. نوشت آقای پزشکیان آدم خوبیه ولی اطرافیانش نه، به خاطر همین از جلیلی حمایت میکنم. عمو باقر لاغر تو اینو نگو، نگو دیگه. آره یعنی تو با وجود عیسی شریفی کنارت، اطرافیانت دیگه، نه مشاورت بود، معاونت بود، نه با چقدر تخلف، چند میلیارد، حالا نمیدونم چقدر، میترسم عدد بگم، حالا یکی دو میلیارد بالا پایین بگم قشنگ به جرم افترا اینا قشنگ باید برم اوین، نمیدونم حالا با چقدر تخلف دیگه. تو نباید یه حرفو بزنی قشنگ زندانم هست فکرم دوستا. آره بهت نمیای حرفا، لاقل یه چیز دیگه بگو. اطرافیان تو هم ماشاءالله. زنگن وزیر سابق نفت از جلیلی شکایت کرد و گفت بهت گفتم حریفت منم، بیا مناظره کنیم، نکردی تفره میرفتی بروبر و گفتی من خائنم و دادگاه باید تکلیفمو مشخص کنه. الان ازش شکایت میکنم، دوتایی میریم دادگاه ببینم کی خیانت کرد، کی مردمو بدبخت کرد، کی به کشور ضربه زد. اونجا معلوم میشه جلیلی. حالا منتظر ببینیم نتیجه دادگاه چی میشه، کی خیانت کرده. ولی کاش یه مناظره میشد. جلیلی خود تو مناظره کنی که باش، چرا نمی کنی؟ ما دوست داریم مناظره چالشی باشه. حتی
تهران رکورددار ازدواج خوشبختانه و طلاق متاسفانه، یعنی همون جوری که بگیر هستن زودم طلاق میگیرند. یعنی مشکل اول نه، دوم نه، سوم نه، پنجم نه، هفتم تهش میگه ما به درد هم نمیخوریم، بذار از هم جدا بشیم، بذار ای دوستیمون باقی بمونه بعد طلاق. و سمنان، سمنان کمترین ازدواج تو سمنانه، یعنی پایتخت نگیرها سمنانه. حالا نمیدونم دلیلش چیه، مشکلات اقتصادی میشه، فکر کنم پایتخت امیرا سمنانه، همه پر امیر نه شوخی گمبت بجام کنم، هم با سمنانی ها شوخی هم امیرا جنبه داشته باشه، شوخی دیگه. آره شما کارتون درست امیرا، مخصوصا اونایی که 206 سفید دارن دیگه اصلا کارشون درسته. آره شایعه است، میدونم شایعه است، اسمتونم بد در رفته متاسفانه، اشکال نداره، نیتتون بد نیست. یه سوال، این نامزدی که نامزد شد واسه انتخابات ریاست جمهوری ولی قبل انتخابات انصراف میده به نفع جریان و در اصل یه پوششیه و واسه این پوششی حدود 500 خورده میلیارد تومان هزینه شده، واسه چی این پول ازش نمیگیری؟ این هزینه واسه نامزد انتخاباته، کسی که تو انتخابات میخواد شرکت کنه، نه پوششی ها. این پول رو باید ازشون بگیرید، 500 خورده میلیارد تومان رو، این حق مردمه. آها ندارن، خب پس چی دارن اینا؟ آها یه پنجام تو قرتک، یه 3 میلیون تو حسابشون، یه فیش حج، یه تیبا. اینها ساده زیستن. عناب ثانی از جلیلی حمایت کرد. عناب ثانی بعد از اینکه دور اول از قالیباف حمایت کرد و بدبختش کرد، الان از جلیلی حمایت کرد و گفت همه با هم باید به جلیلی رای بدیم. چش عناب ثانی و گفت نباید به عقب برگردیم. چقدر عقب؟ لاقل بگو. در حد همون چک سرباز عقب. اون عقب در اون زمان هم معذرگانی بد بود؟ یعنی این 3 سال خیلی خوب بود؟ گوشت 100 خورده تحویل گرفتید 800 تحویل دادید، مرغ 20 تومانی تحویل گرفتید 100 تومانی تحویل دادید، چیش خوب بود؟ یعنی عناب ثانی از تنها چیز انتخابات مجلس که خوشم اومد این بود که مردم شهر زدن تو دهنت و بهت رأی ندادن. یعنی اون لحظه که گفتن عناب ثانی رأی نبرد، از نظر چیز به ارگاز رسیدن، نه جسمی نه روحی فکر کنم. آره جسمی همینزی، کی با تو به ارگاز نمیرسن. آره دیدید آخر جلیلی و قالیباف جز مقدسات شدن. دیدید نصرالله پژمانفر نماینده مشهد گفته هر کس یک حرف درباره جلیلی یا قالیباف بزند ملعون است. یعنی خدا لعنتش کرده. بگم ملعون کیه؟ و گفته این دو نفر رزمنده جبهه انقلابند، یعنی رزمندن. میگم پژمانفر، میگم ای دو تا رزمندت سرجم با ای همه تبلیغات حمایت و امکانات زیر 13 میلیون آوردن رای و توی مشارکت پایین انتخابات رو به مخالفشون باختن، یعنی